ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را. حق نظری حکومزاد از نخستین ترانه های یاد آوردند که روزهای اولی شوقمند شدن به آوازخوانی می سرایدند. یک دو روز صبر کن ای جانی بر لب آمدن، زان کی خواهم در حضوری. در صنف چهار تحصیل میکردند که همراه برادر آوازخوانشان مشق سرایندگی میکردند و دسته هنری شعبه فرهنگ ناحیه درواز را در سفرهای هنری همراهی مینمودند. همین پیوندی خانوادگی به هنر بود که هنرمند شناخته تاجیک حق نظر حکومزاد ساحه آوازخوانی را جدی گرفت. نتیجه کار این شد که از ثبت نخستین ترانه محبوب بخش بزرگ مخلصان ساز و سرود گردیدند. حالا هم اگرچه دستشان به کارهای دیگر بند است، ولی میل رها کردن آوازخوانی را ندارند و لحظه های فارغ از کار به دنیای ساز و سرود می پیوندند، می سرایند و به این وسیله روح خود را می نوازند. حالا هم ترانه های حق نظر حکومزاد بازخوانی می شود و این توجه سرایندگان به نواهای ایشان بدان خاطر است که ساز و شیوهش قلب مردم را فتح نموده است. صحبتی گرم داشتیم با این هنرمند ممتاز و از حق نظر حکومزاد در باره رغبتشان به هنر آوازخوانی، وضع امروزه استراده تاجیک و تأثیر افزونی بازخوانی ها در ساحه هنر پرسیدیم. میخواستم بپرسم که این شب روزها با چیکار هم اشغال هستید؟ شخصی هستید که از هنر نان خورده، زندگی پیش برده، ولی میدونیم که حالا با دیگر کارها اصلا مشغول هستید. همیشه اون سروده هایی که خونده بودید و کم کم الان میخونید، اون سروده ها زیاد مشهور هستند. میگفتید که با چی کارها مشغول هستید امروزها در زندگی؟ سلامت باش بختیار جان عزیز گرامی، تشکر اول پیش از همه برای دعوتتون که پیوسته شما ما را ترحم میکنید. هم رادیو هم تلویزیون من مینادارم از هر دو این شخصانی که ما را ترحم میکنند در بین مردم و مخلصان. و باز دیگر من میخواستم با سوالات چنین جواب دیم که وقتی که مخلصان میبینم که از روی محبت در حقیقتا به سرودای من نیاز دارن، همین مرا وادار کرد و مجبور کرد که به ایجادیات هم زیادتر رو بیارم، گرچند که در دیگر ساحه هم کار میکنم، ولی وقتی که همین در خون من است مرا نمیگذارد که بی‌طرف مانم و پیوسته کوشش میکنم که برای مخلصانم کمم باشد ایجاد کنم. در دلم دنیا بمیرد گر فراموشت کنم، شوری صد دریا بمیرد گر فراموشت کنم. عمر با نظاره‌ای نیک و بدی عالم گذر، نرگسی شلا بمیرد گر فراموشت کنم. نرگسی که احساس کرده که میتونه آوازخوانی کرده؟ من راست گپ از خردی برادری کلانیم رئیس فرهنگ نوحه درواز بود. من مکتب موسیقی تمام کردم، من اینستیتوت صنعت ختم کردم، در مکتب موسیقی چند کار کردم، بعد در اینستیتوت صاحب کاری و خدمت رهبری انسامبل بودم. من مثال فکر نمی کنم که من مشهور باشم یا یگان وای باشم، خیمی حافظی میکنم با دیگران مقوله، منم دوام میتیم کاری خود رو. من اصلا از صنف چهارم و من گفتم که اکی من که رهبری فرهنگ نوحه درواز بود، حتی وقتی گاسترول ها میرفتن من صنف چهار بودم و آوازخوانی میکردم. یک دختره که در همون انسامبل رقاصه بود رقص میکرد. چند سال هست نینیول میبخشید؟ 56 ساله. 56 و در 56 مثل یک نفر 18. سیرش در چی است؟ سیرش در همی شما ژورنالیست هست که شما می توانید که اگر پیرم شده باشیم شما نمی گذارید که هنرمندا زیغ شوند، خفه شوند، به هر حال کوشش میکنید. همین سیکرت شما هم و مخفیات شما هم در همین است که همه وقت می توانید بولیده گردانید هم ردیف خود را هم صحبت خود را. شما با ترانه هاتون روی مرا بولیده می گردانید، ولی یک چیز من احساس کردم در
ایجاد شما در ترانه هایی که میخونید احساس کردم که قسم زیادی ترانه هاتون از ناامیدی و حزن است. سحر دیدم در فیسبوک بابت تنهایی گفتید. واقعیت حزن در روزگار شما بود یا هست که بیشتر حساب سبک خوانیشتون بیشتر این گونه ترانه ها را انتخاب میکنید؟ بختیار جان اگر ما حقیقت رو بگوییم سبک خواندن منم بسیار شعرها و وایهای آرام را طلب میکند، ولی سرودی که امروز انا شما شنیدید و امروز مرا خوشبختانه زنگ زدید و همینجا دعوت کردید، همین سرودم شاید شد این واقعی است، زیرا که من در فیسبوک این همین یک ماه پیش و دو ماه پیش این آهنگ و سرود اینا واسه گپ همین تو حاضر حال تو نمیدونم کی همین مؤلفی همین سرود کی است. افتادم اکنون تنها و بیکس، ای کس مبادا چون من پریشان. دیدم در فیسبوک میجستید مؤلفش رو. حتی جستم زیرا که من فقط سرود رو از فیسبوک گرفتم، نه که نامی مؤلف که من نبود با من خیلی پسند اومد و راست گپ منم در برای همون استاد خودم برادری کلانی هم که ذکر خدای حکم زاد خیلی حافظ مشهور بود در ناحیه درواز و حتی در تلویزیون هم برآمدها دارد، همون در سینی 65 سالگی که از زندگی پدرود گفت روشن شد باشد و به همین خاطر من خیلی و خیلی روح افتاده راست گپ به همین خاطر بسیار بعد وفات وی یکم در دورگشتن ها از صحنه همین سبب بله همین سبب شد و این سرودم اصلا برای همین موضوع است. افتادم اکنون تنها و بی کس، چون که وقتی وی از نوحه درواز می اومد خانه من همیشه پری آدم بود، همه پری مهر بود، سبب سرجمی میگشت، سبب سرجمی میگشت و او یک شخصی بود که وی مردم وقتی در صحبت میششت و یا شلویک پرازنیک بروسی میگفتن همی خیلی شخص بود، انسان جشنی بود، جشنی بود ولی جشنی بود، رفیقای بهت دوست بود، رفیقای بسیار داشت، یاران قدیمی میموند بله همی باور میکنی حتی بسیار حاضر دوستانش در همی شهر دوشنبه هستن وقتی میبینن میگن که ما درواز میریم درواز رو خالی میبینیم، فکر میکنیم که هیچ کس نیست که چون که میرفتیم و حلاکه و ما بود انا سرود خانی میکرد بعد بسیار چیزهای مذهکوی بسیار میگفت، لطفی زیاد داشت مردم از خندن یک چی میشدن خلاصه من همی خیلی بود بمی خاطر برای این سرودم به عموم اکم بخشیدن. افتادم اکنون تنها و بیکس، افتادم اکنون تنها و بیکس، ای کس مبادا چون من پریشان، ای کس مبادا چون من پریشان، هم عشق از من دیگر میده، هم عشق از من دیگر میده، هم شهر گشته بر من چو زندان، هم شهر گشته بر من چو زندان. افتادم اکنون تنها و بیکس، افتادم اکنون تنها و بیکس، ای کس مبادا چون من پریشان، ای کس مبادا چون من پریشان، هم عشق از من دیگر میده، هم عشق از من دیگر میده، هم شهر گشته بر من چو زندان. و خیلی من متاسفم که جای مثل شماها نوازخونه را امروز در جای شما شخصانی هستند که عموما نمیفهمن معنای شعر، نمیفهمن امروز کسانی ستاره هستند که خیلی متاسفانه وضع استراد ما خراب است. این عامل اساسیش همین است که مثل شما انسان ها دور گشتن، یک قسمتش نیست گشتن از زندگی منظور. عامل اساسی چی است که امروز این گونه پست رفته است سطح فرهنگ ما، سطح سرودخوانی ما؟ امروز یک آهنگ شوخ باشد بس برای بسیاری ها، یک آهنگ باشد مردم رقصد مسئله حل. بسیار سری وقتی گفتید سبب همینم شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همین رو حس کرد و در پیش شما ژورنالیستانم در پیش تلویزیونم وظیفه گذاشتنم مثلا حاضر فروغ صبح دانایی کتاب است تشکیل کرد و این خیلی تکان سخت داد به همین مردمی که معنی و بی منطق میخونن. خدمت رادیوی فرهنگ خیلی زیاد است که انا با مثل شمایان بختیار جان انا وقتی که درباره حافظانی که سرودهای بی معنی میخونن سخن اونقدر میگیم که فهمو پرمضمون که نیست، شما وقتی که شما در
رادیو میگوید و ایستو ایسا وای هم میشنوان و کنی شرم میکنن و امی دیدای وقتای اخیر کم شده است. وقتای اخیر پیشتر بسیار بود و حالا خیلی کم شدن. اوزی جوانان خیلی بچهای برومده است که خیلی با معنی میخونن، ولی هستن متاسفانه در بین سرایندگان بسیار حافظان هستن که کمتر سرودهای خراب، یعنی متن خراب انتخاب میکنن. من فکر میکنم که فهمیششون به فکرم هم اونقدره. درس رو خوب نخوندن، درس رو خوب نخوندن، از ادبیات خوب کسی که از ادبیات بخبر باشد. مثلا من خودم رو در نظر دارم، پدرم که معلم ادبیات و زبان بود شاید همین به من تاثیرگذاری کرده باشد، زیرا که من سنف 4 مثلا سرودی که در صحنه میخوندم شعر هلالی، ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را. در سنف 4 در سنف 4 بودم، همین سرودی اولین من بود که من خونده بودم. این را مقدس نبی و میخوان با همون سبک خوندید، با همون سبتی تاجدین مهدین. ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را. گر بسر خاری جفا، آزور دستازی خاطرم، خاطری نازوگ ببرگی گل نیازارم تو را. تو را بر دیگر دادم، تو را کی جان من بودی، تو را یکی در این دنیا سر و سامان من بودی، سر و سامان من بودی. یک چیز دیگر هم میخواستم بپرسم، یکی از ترانه های بسیار مشهورتون که شما رو خیلی بین مردم مشهور کرد، چهره شما رو آشنا کرد، به عنوان یک آوازخوانه که عاشقانه میخواند، تو را بر دیگر دادم، این آهنگ سالهای اخیر بسیار بازخوانی شد. بله. اخیرا یک دخترک خوند، سارا احمدوا. اونا از شما پرسیدن؟ راستی گپ نپرسیده بودم. این یک تاریخه که حساب و کک دارد، ولی من از اون گیلمن نیستم، زیرا که سارا احمدوا گرشند من با او شناس نیستم. خیلی من فکر میکنم زیبا خونده است، به من سبک اسلوب خودش خوش رو خونده است. همین چیز رو من خودم حتی ندونستم، مرا زنگ زدن که با فکرم شما شکایت کردید، گفت از بالای سارا احمدوا. حتی گفتم نمیشناسم سارا احمدوا کیست. اونو گفتن که سرود شما رو بازخوانی کرده است، فیسبوک و یا محکم کرده است برای نپرسیدنی از شما اجازه. من گفتم حتی اولین بار از شما میشنوم. به خاطرم اومد پسر دیگرم گفت که همین تاجیک حق نظر حکومت نیز به این شیوه پیش میرود، فرصت میجوید که ترانه های تازه خود را ثبت و نشر نماید، نمیخواهد که مخلصان هنرش را از این بیش انتظار بگذارد. بخش دیگری صحبت ما را با هنرمند تاجیک حق نظر حکومت بشنویم. در هوای امین آهنگ شما زیادین نورزادم، یکم تفاوت ها هست در آهنگ اون، فرقیت ها هست سرودی پرنده ها. بله 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 بله، من در خاطر میارم زیادین نورزاد اون وقت حافظی نمیکرد، ولی برای بسیار با رادیو بسیار دعوت میکرد. ندارم از زیادین نوزاد، زیرا که او هم در پهن کردنی، در معرفی کردنی من برای مخلصان و هم رولی کلان دارد، زیرا که وقتی در رادیو وای نطاق بود بسیار من رو دعوت میکرد و بسیار همی پرس و پرس میکرد از من که برای همین آوازخوان شدن چیکار کردن در کار. مسئلت ها میدادم و میفتم خیلی خوندن در کار انا، اگر چندی که مثال انا تو سر نکنی که آوازخوان نمیشوی. همین سرودی ترا بر دیگر ایدادم بسیار دوست میداشتم و حتی مقایسه کنیم اینو با دیگر مانندی دارم. ترا بر دی پرنده های مسافر، خلاصه امین یک مصرع اول قریب که یک آهنگ است. پرنده ها همه رفتن، پرنده های تو را بر دیگر دادم، تو را کی جا. اکنون من نمیگویم که کلان مونند دارد، ولی خیلی مونند دارد و من یک وقت را سیگب حتی در بین ما هم خیلی صحبت هم بود بین زیادین و من، و من بسیار جواب خوب داد، گفت فقط نظر جانی عزیز، من خیلی سرود شما را که دوستی بسیار می داشتم به همین خاطر شاید به او مونند رفته باشد. من از وی یگان گیلمن نیستم، این هم برای من یک بود موفقیت.
هر آوازخوان در واقع دل خو آوازخوان کم هستند آوازخوانایی که یک عمر اونا را مردم شناسان اونا را احترام میکنند با بزمشون دعوت میکنند کمی اندر کم هستند این آوازخوان ها شما از عمره اونها هستید که زمان ها میگذرند اما در برای شما میگویند مردم ولی شما همین مساله ای که در اوج شهرت بودن ها را کدام سال ها بیشتر احساس میکردی که از حد زیاد مردم آشنایی داشت و میشناخت در راه ها و سالهای 1996-97 با فکر من وقتی در همین خانه رادیو من اولین سرودی خود را همراهی آقای اسمت الله سرودی اولین ما را آقای اسمت الله را ضبط کرده بود و حتی در خاطر دارم که وقتی من خواندم نمچکلی که استودیو شما هستی یکی دیدم که وقتی که من همون سرودی یکم سرودی من درواز بود و دیومش تروبر دیگری دادم همین هر دو سرود من یک جایه وقتی آقای اسمت الله ثبت نمودیم همون حالت من دیدم که در آینه استاد سیدقلی بلالم اونجا اومده گوش کرد من اولین سرودی خود را می و همون وقت در خاطر دارم وقتی تمام کردم برآمدم من اولین بار دستی استاد سیدقلی بلال رو قپیدم و من از دیدن او خیلی خرسندم شده بودم سبب همین سرودای من شد که او هم وقتی که میخونیست آواز رو شنیدست و خیلی کمتر توجه کرد اومد به من مسیحیت ها داد بسیار انا گپ های خیلی زیبا و خوبم گفت که من از او مینه دارم و بعد بود دیرتر استاد دولتمند خول حتی مرا به انسامبل خود دعوت کرد یک بار گفت من فکر کردم که خیلی دید گفت از روی لطف گفت از روی لطف ما رو با چند مرتبه دیگه زنگ زد و حتی من مجبور شدم که بهانه کنم که مریض هستم روحان بسیار من رو برای من کمک کرده از دوستش می داشتم و رنگی او من فکر میکنم اثرها با این خیلی سراینده نبراید نقشی در موسیقی توج خیلی زیاد است چی سبب شد که من اون خل وقت در این سوت هم آخی کار میکردم و در دیگر جام کار میکنم کارم بسیار که بود من نتوانستم و امروز پشیمانم هستم زیرا که در قبط او بودن این یک افتخار بود یک توی دروازیو شد استاد علت من خل دعوتی بود در همونجا و منم در همون جا دعوتی بودم حتی میکروفون را گرفت گفت این مردمی درواز همین حق نظر چند بار من دعوت کردم شما میدونید من هر کس را دعوت نمی کنم ولی من همین حق نظر را دعوت کردم که در قبط من در انسامبل خودم بگیرم قطعی من کار کنم گفت مرا نگرفت است شاید شما التماسش کنی که همین بیاد و قطعی من کار کند حتی این شاهد هستند بسیار آدمان که همین واقعا هم حتی بود در یک مرحله برایت عشق آوردم درد بیکشاد درد بیکشاد دری دل را بروی هم دمی غم پر برد بیکشاد حالا هم در توی های شروع میکنید؟ نه حوزی من یک بفرم هم 6-7 سال شد که دیگه مرکم نمیرم یک فکر است بین مردم من فکر میکنم که ما بسیار هنرمندانی بزرگ خود رو در توی ها از دست دادیم مثلا بسیار استعداد های بودن که یک عمر در روی توی فکر کردن بله این گفه راست اما متاسفانه از خودشون یکم ثبت انتشار نکردن بسیار هنرمند های خوب بودن متاسفانه بسیار سرایندگان ما فقط در باره توی فکر میکردن چون که مبلغ از همو جا میگرفتن و در باره دیوت کمتر کار میکردن ولی درستش اون است مثلا حوزه بسیار جوانو هستی که خیلی شهرت زیاد دارن ولی آهنگ خدا ندارن فقط بازخونی میکنن خیلی خوب میخونن خیلی شهرتمندم شدن بیاد خیلی نموش نمیگیریم و یا اگر شنوان خودشان میدونن این سخن گپ صاحبش رو میابد بسیار حافظان هستن نسبت ما هزاران بار خوبتر میخونن ولی وای آهنگ خود رو ندارد سبک اساسی خود رو ندارد رنگی دیگر حافظان که شهرتمندن همون سرودای همون را گرفتن خوندن اونها هنرمند نیست مقال سنگلی میرزایف اونها آوازخوان هستند اونها شرط که آوازخوانند بله هنرمند فرق هنرمند باید آهنگ خود را داشته هر یک آدمی که شهرت پیدا میکند مثلا وقتی بگن که فلان حافظ میدونه میگه او همونی که نماز سرود خوانده است یعنی که سرودی شخصی خودش رو میگن سرودش سری زبونی شده است حالا چند حافظانی هستند که وقتی که بگوییم که مثلا فلان و نمیتونیم بگوییم که این همون آهنگ آهنگ همون است انا مین سبب شدن که ستاره اینستاگرام اقلن هر یک حافظ رو از یک سرودی بهترینش میشناسن بگذار همون حافظای جوانی که میشنون یک از پای یک سرود و آهنگ خود شون یک حتی اگر از آهنگ سازان هم طلب کنن سرودی از اونا بگیرن که هیچ کس نخونده است و اون کلیدیش آن شود که شما رو توسط همون شعر میشناسن و شما فکر میکنید که این بازخوانی ها باعث گشتن که سبد موسیقی های خودی ما کم گشته از متاسفانه 100% مثلا ما از
دیگر بزرگان میخوندیم، حالا هم میخونیم، اما از ما چی میخونند؟ منم از دیگر بزرگان میخونم، دیگران بگذار وایان بخونن، ولی سرودای خود رو هم پیدا کنن، آهنگای خود رو پیدا کنن. هر یک کس باید که سبک خودش داشته باشد. حتی منم خودم رو وقتی اولین مرتبه همینجا اومده بودم، استاد دولتمند خال، سید خال بلالوف و استاد نظرالدین متلایف که استاد منن، اکی خودم ذکر خدا دادی خدا، من اول بسورت سرودای اکی دادی خدا میخوندم، ولی بعد اما اکم هم منو خیلی نصیحت کرد که شما باید که سبک اسلوب خودتون، رویه خودتون رو بیاوید. استاد به مثل دولتمند خال دیگه هیچ کس شده نمیتواند. یعنی که امروز هزاران احمد زویر میخونند، اما میخونن، ولی به احمد زویر هیچ کس احمد شدن دیگر نمیتواند. شاید بهتر از احمد زویر هم میخونند، حتی ممکن بشود نکی جای احمد زویر را گرفتن نمیتونی هیچ وقت. وقتی که اسلوب خود رو میاوی کار خیلی آسان میشه. مثال بسیار سرودای هستن که بازخوانی شدن از مؤلفش خوبتر خونده است، نکی جای اون وای دیگر گرفتن نمیتواند. با دل و با دیدم آنا غزلی من و غمی من، گلی مهر پرورانا غزلی من و غمی من. شما فکر میکنید که سبک شما فرق میکند میانی دیگر آسخان؟ باور کنی من همین حس نمیکنم. وقتی یعنی شما به مثل شمایان آدمانی که بغرزانه و از پالو گوش میکنید، شاید این رو حس میکنید. بسیار من این چیز مرا خرسند میکند از یک رو. من فکر میکردم که رنگی همه میخونم، ولی بسیار یک شما توقنه، بسیار کسایی که فهمیشی موسیقی دارن، فهمیشی سخن دارن، همی گپ میگن، من خیلی خرسند میشم. معتقد هستید که بعدی سر شما شما رو هم گوش میکنم؟ بسیار میخواست. برادران برادران، وطن یکیست، وطن یکیست، وطن یکیست، وطن یکیست. قسم به شیر مادران کی جان یکی و تن یکیست، کی جان یکی و تن یکیست. هدف های ایجادی در حال عملی می شوند که ایجادکار برای پیاده شدن آنها جهدی بیشتر داشته باشد. حق نظر حکومزاد نیز با درک این معنی با استفاده تکنولوژی معاصر ترانه های تازه خود را در عالم اینترنت همگانی کردن است. مطمئنیم که روز حواسی برپا کردن یک برنامه هنری فردی در قلب هنرمند تاجیک حق نظر حکومزاد پیدا می شود. انجامی برنامه فرهنگ ذوق از رادیوی فرهنگ، بختیار رحمانیان بودم، با شما سرفراز باشید. شماست هم وطن، زی قلب جید و جهد کن که عمر تا کفن یکیست. برادران برادران، وطن یکیست، وطن یکیست، وطن یکیست، وطن یکیست. قسم به شیری مادران کی جان یکی و تن یکیست، کانی نور می شود کی نور انجمن یکیست. برادران برادران، وطن یکیست، وطن یکیست، وطن یکیست، وطن یکیست. قسم به شیر مادران کی جان یکی و تن یکیست، کی جان یکیست. سپاس کی شکری او نمی کنم، قدم یکه قسم یکه
یک است، سخن یک است، وطن یک است، وطن یک است.